بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و علاقمندان به ورزش، امروز یک شنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1365 است. در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه تهران، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس و از ورزشگاه آزادی در حضور بیش از 55,000 تماشاگر براتون گزارش میکنیم. همونطور که ملاحظه میکنید از این لحظه با سوت آقای منوچهر نظری این دیدار آغاز میشه. تیم پرسپولیس رو در سمت چپ ملاحظه خواهید کرد با پیراهن قرمز، آستین های سفید، شورت سفید و جوراب قرمز که الان صاحب توپ هستن، و تیم استقلال رو با پیراهن آبی، شورت سفید، جوراب آبی در سمت راست. در تلویزیون‌های سیاه‌سفید مشکل هست برای بینندگان عزیز که تشخیص بدن بازیکن‌های دو تیم از هم، چون هر دو پیراهن‌ها تیره با آستین‌های روشن هست، شورت‌های روشن و جوراب‌های تیره. پس باید از روی بازیکن‌ها که من سعی می‌کنم که تأخیری روی معرفیشون نداشته باشم، شما بازیکن‌های دو تیم رو دنبال بکنید در جریان بازی. قضاوت این بازی حساس به عهده آقای منوچهر نظری هست. حسین دشتیت، منوچهر ایلدروم اونو کمک میکنن، داور ذخیره‌ام سید ابراهیم سید نجات هست. من قبل از هر چیز میپردازم به معرفی بازیکن‌های دو تیم، بعد کم و کیف بازی. تیم استقلال که از راست به چپ میزنه و الان مختاری فر ضربه رو زد و به آف رفت. ناصر حجازی درون دروازه، سعید مناقشیان، رضا رجبی، جعفر مختاری فر، شاهین بیانی در خط دفاع، بهتاش فریبا، مجید نامجو مطلق، رسول غنیزاده، رضا عهدی در خط میانی، عبدالعلی چنگیز و غلامرضا فتح‌آبادی در خط حمله بازی کنند. در تیم پرسپولیس که از چپ به راست میزنه وحید قلیش درون دروازه، محمد حسن انصاری فر، کاظم سیرعلی خانی، محمد پنجلی، مرتضی فنون‌زاده در خط دفاع، محمد مایلی کهن، حمید درخشان، ضیا عرب‌سایی، شاهرخ بیانی در خط میانی، فرشاد پیوس و ناصر محمدخانی در خط حمله بازی میکنند. شاهین بیانی پشت توپ هست، مدافع راست تیم استقلال، حالا میزنه ضربه را، یه مقدار بیرونتر هست، فنون‌زاده بالا طرف منه، محمد خانی دوتر از اون جعفر مختاری فر میگیره توپشو، به تو میره از راه دور، یک ضربه آروم میاره شماره 18 جعفر مختاری فر، همین بازی کن که تصویرتون ملاحظه میکنید. محمد پنجلی، مختاری فر برمیگردینه، چنگیز با مختاری فر به آوت میده، پرچم ایلدروم کمک آور به نشانه آوت بالا میده، خواستم نظری میگیره و اشاره هم میکنه که برای آوت برد. انصاری فر با محمد مایلی کهن، محمد پنجلی حالا میبینه تو اون برای ناصر محمد خانی میره، مقابل سراغتیان هست، یه بار دیگه برای رفتن و پنالتی میگیره آقای نظری. دقیقه 12 خطای پنالتی هست برای پرسپولیس. بیانی بازیکن سابق خود استقلال پشت توپ است، ببینیم به چه شکل میزنه، دروازه رو داشته باشیم، میزنه به زاویه مخالف حرکت ناصر حجازی و گل میکنه. یادداشت میکنیم که در دقیقه 13 گل برای پرسپولیس. بازیکن شماره 10 شاهرخ بیانی، تماشاگرای حاضر در ورزشگاه آزادی رو ملاحظه میکنید، بعد از به ثمر رسیدن ضربه پنالتی توسط بیانی به این شکل خوشحالی میکنه. شاهرخ بیانی، عربشایی با مایل خوان، اونم به راست میزنه برای ناصر محمدخانی، هشت تقیمش بکنه مختلف هست، جا میذاره مختلف رو به تو میره، یه ضربه کوتاه بیانی
شاهرخ شاهین بیانی به کورر میزنه. کورر هست برای پیسریت از جناح راست. یاره هشت ناصر محمد خانی میره ضربه کورر رو از راست بزنه. منتظر هستیم که ببینیم ضربه رو به چه شکلی میزنه. برای ناصر اجازی رو داشتیم صحبت میکنه با بازیکن کورر که کار دفاعی رو به صورت منظومن انجام بده. حالا میزنه ناصر محمد خانی به شکل پاس توی پا با موس بر میگردونه. یه بار دیگه مایلی کهن با محمد خانی به تو میره. جا میزنه دو نفر رو. حالا ضربه که میزنه برگشت داده میشه. خونونی زاده خطا میگیره ازش. درست هست. پاس از حد معمول بالاتر میره. مجید نامجو مطلق یه ضربه بلند بیرون میاد زهیر قلیش و جمع میکنه. خطا میگیره از غلامرضا فتح‌آبادی. میاد ولی‌الله، صالح نیا، علی پروین، محمود خوربین، هر سه که یک مسئولیت دارن، مربی تیم، سرپرست تیم و مسئول بدنسازی و تقریبا میشه گفت مربی دومی. به شکل پاس میزنه. حالا برای بیانی بلند با نوک انگشتاش سلطانی توپ رو به کورر میزنه. جعفر مختاری فر 18 میره ضربه کورر رو برای تیم استقلال بزنه. بلند میزنه سلطانی رها میشه از پنجه هاش. یه بار دیگه از چپ. چهار دقیقه وقت تلف شده دارم پشت سر گذاشتم، یعنی 49 دقیقه از بازی رو که نتیجه 1-0 به نفع پرسپولیس هست. گل دقیقه 13 از روی نقطه پنالتی توسط شاهرخ بیانی برای پرسپولیس. نیمه اول با فوت نظری به پایان میرسه. بینندگان عزیز، نیمه دوم دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس رو در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه تهران، بزرگداشت شهدای 17 شهریور از ورزشگاه آزادی در حضور بیش از 55,000 تماشاگر براتون گزارش می‌کنیم. یه ضربه از مجید نامجو مطلق یار هفت در همون ابتدای بازی همین بازی کن زد ضربه‌اش رو یه مقدارم از دست‌های سلطانی رها شد. دروازه‌بانی که جانشین وحید قلیچ شد بعد از اینکه آسیب دید به جای وحید قلیچ در اون دروازه تیم پرسپولیس قرار گرفت. پرسپولیس با گل شاهرخ بیانی در دقیقه 13 از روی نقطه پنالتی از استقلال جلو افتاد. رسول غنی‌زاده، مجید نامجو مطلق جا میذاره درخشانه به تو میره. حالا یه ضربه آروم برای مظلومی، اونم برای فتح‌آبادی. یه بار دیگه مظلومی گلشانه میزنه ضربه رو. رضا حدی 11 یه خودی توپا انجام میده با مظلومی جمع میکنه. محمد پنجری بیرون میاد از قلب دفاع با محمد خانی. یک ضد حمله ساخته میشه برای پرسپولیس توسط یار 8 ناصر محمد خانی به تو میزنه. حالا برای 10 بیانی فرصت داره و گل دوم پرسپولیس به پاس خوب ناصر محمد خانی و ضربه شاهرخ بیانی. همین بازیکن که گل دوم خودش رو به ثمر میرسونه. پاس خوبی بود از ناصر محمد خانی. شاهرخ بیانی نتیجه رو 2-0 میکنه. یادداشت میکنیم در دقیقه 52 گل دوم از توسط بیانی. از دیدار پرسپولیس و استقلال و در چارچوب مسابقات فوتبال باشگاه تهران بزرگداشت شهدای 17 شهریور در مرحله نیمه نهایی از ورزشگاه آزادی مشتری به بیاد فرصت برای محمد خانی و گل برای پرسپولیس توسط بازیکن شماره 8 ناصر محمد خانی. دقیقه 61 هست. پرسپولیس 3 استقلال 0.
انجام داد ناصر محمدخانی، سه بازیکن از استقلال جا گذاشت، اجازه بیرون اومد همین بازیکن باش برخورد پیدا کرد و توی برگشت برخورد به محمدخانی و داخل دروازه تیم استقلال شد، نتیجه 3-3 شد.